سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. از اینکه برنامه هشتگ سوژه رو برای تماشا انتخاب کردید از شما متشکرم. خدای متعال در آیه 67 سوره مبارکه مائده به خاتم پیامبران حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله دستور داد که در آخرین سال زندگی خود نتیجه و هدف از رسالتش به پیامبری را به مردم ابلاغ کند. آری، پیامبر اسلام در ذی‌الحجه سال دهم هجرت همان گونه که خدای متعال فرموده بود حجت البلاغ را به جای آورد و هدف از رسالتش به پیامبری را تصریح قاطع و علنی کردن خلافت و جانشینی علی ابن ابی طالب و فرزندان مطهر ایشان به عنوان اوصیای پیامبر به اتمام رسانید. پس از شهادت پیامبر خاتم الانبیا و گذشت فقط 70 روز از واقعه غدیر، سران کفر و نفاق با تشکیل سقیفه بنی ساعده اولین واکنش رسمی و علنی خود در مقابل غدیر را نشان داده و دشمنی خود با پیامبر خاتم الانبیا را علنی کردند. اکنون 14 قرن از آن قضیه می گذرد و فرزندان سقیفه در صدد توجیه کفر و نفاق رهبران خود و تبریر آنها از سرپیچی آشکارشان از فرمان خدای متعال و پیامبر اسلام هستند. بیننده های محترم، امشب در شامگاه دوشنبه 20 دی ماه 1400 و در 849 قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه از شما میپرسم اهل سقیفه با چه بهانه ای به مخالفت قرآن و سنت برخواسته و خود خلیفه رسول خدا را برگزیدند؟ بله، بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، از بین الحرمین، از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم با موضوع و سوژه ای بسیار مهم و قابل تأمل، سوژه ای که باعث شده به خاطر همین تشکیل شورای سقیفه بنی ساعده، شورا که چه عرض کنم اسمش رو شورا گذاشتن، چیزی مبنی بر شورا بودن و شورایی بودن در سقیفه بنی ساعده دیده نمی شود. به بهانه همین تشکیل سقیفه بنی ساعده و انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر خدا، انتخاب که چه عرض کنم، به دروغ گفتند انتخاب ابوبکر. ابوبکر منتخب مردم و مسلمانان نبود،
شواهد بسیار زیاد هست عرض میکنم. به هر حال چند نفری دور هم جمع شدند در سقیفه بنی ساعده و تصمیم گرفتند که ابوبکر خلیفه و جانشین پیامبر خدا باشد و بر همین اساس 14 قرن است که اهل تسنن، مولوی های اونها و مفتی های اونها شیعه را تکفیر می کنند چون شورای سقیفه بنی ساعده را قبول ندارد، چون شیعه طبق آیات قرآن و سنت پیامبر خاتم الانبیا عمل می کنند، چون شیعه به واقعه غدیر خم ایمان دارد و طبق نسب الهی حضرت علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین و جانشین پیامبر خاتم الانبیا در روز 18 ذی الحجه در آخرین حج پیامبر خدا که حجت البلاغ نام داشت، امیر المؤمنین رو به عنوان جانشین پیامبر خدا می داند. این نظر شیعه هست و چون به آیات قرآن و سنت نبوی عمل می کند شیعه، اهل تسنن شیعه را تکفیر می کنند. 14 قرن است که شیعه را ذبح می کنند که چرا شیعه خلافت ابوبکر و عمر را قبول ندارد. خب شیعه هم که در این موارد اعتقادی و استراتژیک و مبانی اساسی به هیچ وجه اهل تقیه نبوده و نیست و همیشه همه عالمان و همه بزرگواران از شیعه اعلام کرده اند خلافت عمر و ابوبکر را شیعه قبول ندارد. شیعه به واسطه مطالبی که در تاریخ، هم در تاریخ مذهب حقه شیعه و هم در تاریخ اهل تسنن و در روایاتشون ثبت شده، عمر و ابوبکر را ظالم و جزو آزاردهندگان پیامبر خاتم الانبیا و حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و اهل بیت ایشان می‌داند. شیعه اعتقادات خود را کتمان نمی‌کند، پنهان نمی‌کند. هر چند 1400 سال است که شیعه را ذبح می‌کنند اهل تسنن. شیعه کشی در مرام آنهاست. اما شیعه از اعتقادات خود دست بر نمی دارد و در مقابل کشتن شیعه فقط سوال می کند. شیعه آگاهی می بخشد. شیعه اهل منطق و دیالوگ است. یکی از سوالهای شیعه از اهل تسنن این هست که اهل سقیفه با چه بهانه ای به مخالفت قرآن و سنت برخواسته و خود خلیفه رسول خدا را انتخاب کردند؟ این سوال رو اهل تسنن باید پاسخ دهند. سلام میکنم با آقای انصاری از یاسوج. سلام علیکم حضرت، خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آغازین رسالت شریف خیش و درباره سایت و خلافت امیرالمؤمنین مکرر شد. بله. من اگر تازه با دانشینی امیرالمومنین و سرپیسی حاسبین بیان بکنم. ادابه هست؟ آقای انصاری مشخصا بفرمایید که بهانه اهل سقیفه برای مخالفت با قرآن و سنت پیامبر خدا چه بود که سقیفه تشکیل دادند و گفتند که ابوبکر رو انتخاب کردیم به عنوان خلیفه پیامبر خدا؟ اهل سقیفه که لعنت خداوند بر اونها باد، اینا از قبل میدونستن و به خلافت و جانشینی امیرالمومنین کاملا برایشون واضح بود که حضرت علی جانشین پیغمبر است، اما به امام علی علیه السلام حسادت ورزیدن و بعد از واقع غدیر اینا چند نفر از سران قریش و مهاجرین با هم پیمان بستن که حق جانشینی و خلافت را از حضرت علی بگیرن. اینا چینه های زاهدی و چینه هایی که در زنجه ها به افرادشون و برادر یا اقوامان نزدیکشون به دست امام علی به هلاکت رسیده بود، اینا نسبت به امام علی حسادت زیادی داشتن و نخواستن که در این جایگاه قرار بگیرن.
و با هم پیمان بستن و به پیمان خودشون هم که همون طیفه ملعونه بوده عمل کردن. رسول خدا در یکی از احادیثشون فرموده است که امت من 72 فرقه خواهد شد، 73 فرقه خواهد شد که 72 فرقه از آن در آتش است، یک فرقه رستگار و فائزون هستند و اون فرقه ای که از امام علی و شیعیان حضرت علی هستند و در روز رستاخیز اینا از رستگاران واقعی هستند. احسنتم، درود بر شما. کنم. بله. ادامه داره کلامتون، بفرمایید. بله. بعد از اینکه ابوبکر، عمر و عثمان و 120 هزار نفر از مهاجرین انصار و حجازی که با حضرت علی در غدیر خون بیعت کردن، اینا ظاهرا با حضرت علی بیعت کردن، گفت نخستین عمر همچنان دیو مست بگفتین آزید دستش به دست، گفت یا علی همین صبح کردی در این سرزمین که بر من و دیگر دلیران دین بدین سان ابوبکر عثمان پیر فراوان کنین نیز گردان دین، پر از بخبخ و آفرین تا سحر به حیدر شهنشاه نیکو گهر. اینا همشون بیعت کردن اما از لحاظ قلبی هیچ گونه اعتقادی به خدا و به رسالت پیامبر نداشتن، بلکه بله. ظاهر اونها به اسلام بود و بعد از واقع غدیر با هم مشورت. آقای انصاری ادامه داره، قطع شد تماسشون. تشکر میکنم از آقای انصاری که از یاسوج تماس گرفتن و درود خدا بر شیعیان حیدر کرار که همیشه با تحقیق و منطق و عقلانیت صحبت میکنن، نمانند پیروان ابوبکر و عمر و عایشه که اهل فحاشی هستند، اهل تکفیر هستند و ذبح و کشتن شیعه. و عرض کنم خدمتتون که بزرگترین و مهمترین واقعه اسلامی در 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت اتفاق افتاد، در روز غدیر. بیش از 120 هزار نفر از مسلمانان حضور داشتند، شاهد بودند، ناظر بودند و بیعت کردند با شخص حضرت علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین و به عنوان جانشین پیامبر خاتم الانبیا که از جانب خدای متعال انتخاب شده، نسب الهی بود انتخاب امیر المؤمنین به عنوان جانشین پیامبر خدا. شهادت پیامبر خدا در 28 صفر سال 11 هجری قمری، یعنی حدود 70 روز از واقعه غدیر خم گذشته بود. کسی می تواند بگوید بیش از 120 هزار نفر حاضر بودند که حدود 70 هزار نفر از اون 120 هزار نفر، یعنی بیش از نیمی از کسانی که در حجة البلاغ حاضر بودند، اهل مدینه و ساکنین مدینه بودند. کسی می تواند بگوید که فراموش کرده بودند واقعه غدیر رو، اون هم بعد از 70 روز. بیش از 70 هزار نفر از اهالی مدینه بودند، یعنی حتی 700 نفر اونها، نه 70 نفر اونها به خاطر نداشتن واقعه غدیر خم رو. مسلماً این چنین نیست، همگان به خاطر داشتند. لذا ببینید دروغهایی که اهل تسنن و مولوی ها و مفتی هاشون بیان میکنن در این رابطه، ببینید چیه. یکی از دروغهاشون علاوه بر حالا اون که انتخاب ابوبکر و انتخاب مسلمانان و اینها، غیر از اون صحبتشون اینه که اکثریت مردم مدینه ابوبکر رو انتخاب کردن. خب این یکی از دروغهای بزرگ هست و در معتبرترین کتاب ها نزد اهل تسنن، کتاب هایی که نزد خودشون معتبره، برای ما فاقد اعتباره به دلیل روایات بسیار بسیار وحشتناک و فظیع و فجیع و سخیفی که در کتاب‌های مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم از پیامبر خدا نقل شده، درباره پیامبر نقل شده، روایات جنسی که از عایشه نقل شده، بسیار سخیف. خب دیگه صحیح ترین کتاب‌هاشون وقتی اینا باشه دیگه مشخصه. در این صحیح ترین کتاب‌هاشون هم
همه این موارد ذکر شده که برای بیعت گرفتن از ابوبکر متوسل به قوه قهریه و شمشیر شدند، مردم بیعت نمی کردند. این از متواترات هست و همگان نقل کردند. لذا یکی دیگر از دروغهایی که مولوی ها و اهل تسنن به اون قائلند و بر اون پافشاری می کنند، بیعت و حالا انتخاب اکثریت مردم مدینه برای ابوبکر هست، که این یکی از دروغهای بزرگ تاریخی هست که خلافش در کتاب های خودشون ثابت میشه، خلاف این رو نگاشتند. تماس وصل میکنی؟ آقای رسول از تهران، سلام علیکم. الو، سلام. علیکم السلام، وقتتون بخیر. خسته نباشین. متشکرم، سلامت باشید. بابت این موضوع زنگ زدم، این سقیف و اینا گذاشته بودید. بله، در خدمت شما هستیم، نظرتون رو بشنویم. بله، اینا به قول معروف اینا خب حرومزادن دیگه، اومدن سقیفه تشکیل دادن. گوش میکنید؟ بالاخره باید از یه حرومزاده پیروی کنن دیگه، چون حرومزاده باید از حرومزاده پیروی کنه. بعد من نمیدونم، اینا خیلی حرومزادن، من تو طول عمر زندگی یعنی حرومزاده تر از این سنی من تا حالا ندیدم و نخواهم دید. آقای رسول، مشخصا بفرمایید که اهل سقیفه چه بهانه ای داشتند که با قرآن و سنت پیامبر خدا مخالفت کردند و گفتند که ما باید جانشین پیامبر رو انتخاب کنیم؟ خب اینا چون دایحه رسالت داشتن، چون چش نداشتن، خب میدونستن که بالاتر از امیرالمومنین تو دنیا وجود نداره و نخواهد داشت. به همین دلیل که اومدن شورای سقیفه درست کردن و شیعه کشی رو انداختن. و چون میدونستن بالاتر از امیرالمومنین وجود نداره، سقیفه رو تشکیل دادن. نمیتونه اولیا پیروی کنه. دلیل، تنها دلیلش به نظر من همینه. تشکر میکنم از تماستون آقای رسول از تهران. فقط 70 روز از واقعه غدیر خم گذشته بود که شورا، یا حالا طبق مشهور شورا که نبوده، شورای سقیفه بنی ساعده را تشکیل، با تمام اختلافاتی که وجود دارد، با تمام درگیری هایی که در همان شورای 6 نفره شد بین مهاجرین و انصار، با تمام اون جزئیات و تفاصیلش که نمیخوام بهش بپردازم، دلیلشون چی بود؟ خدای متعال جانشین پیامبر را انتخاب کرده بود و در معتبرترین کتاب ها نزد اهل تسنن حدیث قدیر و روایت قدیر ذکر شده. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، شادی روح علامه امینی، لطف کنید صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. در موسوعه القدیر مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف روایت قدیر رو از 110 نفر از صحابه پیامبر خاتم الانبیا و 84 نفر از تابعین و 360 راوی حدیث فقط از کتب اهل تسنن نقل کرده. قابل کتمان نیست. و ببینید، دروغگوها یعنی اهل تسنن، یعنی مولوی های اهل تسنن، که دروغهای اونها از تواتر گذشته است، میگویند که علی ابن ابی طالب در دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان وزیر و مشاور ایشان بود و حتی یک مرتبه اعتراض نکرد که خلافت حق من بوده. و حتی مولوی های اهل تسنن میگن، ها میگن حتی یک بار علی ابن ابی طالب به واقعه قدیر اشاره نکرد. دیگر اهل بیت میگن اشاره نکردند. دروغ ها رو ببینید، پشت سر هم دروغ میگن. خب ما بارها عرض کردیم، نیازی هم به تفصیل نیست، الان فقط رفرنسش رو میدم خدمتتون. در قسمت 437 برنامه هشتگ سوژه در مرداد ماه 1398 راجع به احتجاجهای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به روایت قدیر مفصل صحبت کردیم.
از شخص امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام تا فرزندانشون یک به یک، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت سید الشهدا، زین العابدین، یک به یک کجاها و چندین مرتبه به روایت قدیر و حدیث قدیر احتجاج کرد. بیش از 20 مرتبه مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به حدیث قدیر احتجاج کردند و اقرار گرفتند از افراد، از مهاجرین و انصار. شما مگر نبودید که در واقعه قدیر با من بیعت کردید، دست بیعت به من دادید و من را امیر المؤمنین و جانشین پیامبر خدا خطاب کردید؟ اقرار می گرفتند و احتجاج می کردند به حدیث قدیر. مولوی های اهل تسنن عادت کردند به دروغ گفتن و متاسفانه پیروانشان عادت کردند به دروغ شنیدن، لذا تحقیق نمی کنند ببینن که این دروغ های مکرر و متواتر مولوی هاشون و مورخینشون چه مستندی دارد. و از جوانان اهل تسنن بنده خواهش میکنم و پیشنهاد میکنم که این مطالبی که عرض میکنم رو حداقل در کتابهای خودتون مطالعه کنید. به دروغ به شما میگویند که علی ابن ابی طالب وزیر و مشاور ابوبکر و عمر و عثمان بوده و حتی یک مرتبه از حدیث قدیر و واقعه قدیر حرفی نزده و شیعه ها این صحبت ها رو در آوردن. بیش از 20 مرتبه فقط امیرالمؤمنین احتجاج کردن به روایت قدیر. سلام میکنم به آقای حبیب از مشهد. سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر، بفرمایید، نظرتون رو میشنم. روز و روزگار شما هم خوش. خیلی خوشحالیم که حرم مطهر حضرت سید الشهدا را میبینیم. سلام الله علیه. بس خوشحالیه که آقای یک رسانه ای ندای قلبی بعضی از شیعیان رو میرسونه. من یک چهارمایی توی هرات بودم آقا، یک مطالبی اونجا هست که بعد ای که طالبا استیلا پیدا کردن توی هرات و اینا، جامعه شیعه افغانستان، جامعه شیعه هرات یکم سرخورده شدن. آقای حبیب خواهش میکنم راجع به سوژه و موضوع امشب صحبت کنید. اون چیزی که در جامعه شیعه هرات شما اونجا مشاهده میکنید همون اصطلاح سقیفه است. یعنی اینکه مثلا برای محسنی ما مراسم میگرفتیم باید یکی نماینده از اهل سنت می بود، یک فیلتر می بود، بعد همین استیلا همین 100% همون اجرا میشه. هنوز شیعه نمیتونه راجع به محسنی صحبت کنه، راجع به فاطمیه صحبت کنه. آقای حبیب شما از طالبان انتظاری بیش از این دارید؟ طالبانی که عمر و ابوبکر رو رهبران و پیشوایان خودشون میدانند، طالبانی که تکفیر و ذبح کردن شهروندان افغانستانی به ویژه شیعیان و هزاره ها از ابتدای کار جزو مرامشون بوده، انتظاری غیر از این دارید شما از طالبان؟ گروهک تروریستی؟ از طالبان انتظار نداریم، ولی از سردمداران بعضی از جوامع شیعه، امنای شیعه، نمیدونم اونایی که مراکز شیعه تو دستشونه، از اینا که لااقل انتظار داری. من به عنوان یک اهل تشیع در مهدیه هرات، در صادقی هرات، در محسینی هرات، در بسیاری از جاهایی که اونجا بودیم، متاسفانه نوعی وادادگی، نوعی گریز از واقعیت‌هایی که جامعه شیعه جهانی با اون درگیره، متاسفانه نمیدونم بر اساس رعب و وحشتی که طالبان ایجاد کردن، همین حقایق و اینا حاضر نیستن مثلا به مسلمین برسونن. من نمیدونم تو نماز جمعه، تو مراسم عزاداری، من نمیدونم اصلا بر چه اساسی باید یک نماینده ای از طالب باشه، نمیدونم پرچم سفید طالب اونجا باشه، بعد مراسم فاطمیه اجرا بشه. یعنی اینطور سرخوردگی و رعب و وحشتی که جامعه شیعه افغانستان بر اساس اینکه دین طالبان دین و اسلام عمر و ابوبکر هست، اسلام خشونت، اسلام زور، اسلام اجبار، اسلام کشتن و تکفیر. آقای حبیب در یک جمله بفرمایید که اهل سقیفه با چه بهانه ای سنت پیامبر خدا و قرآن رو رها کردند و برخلاف اون عمل کردند و خودشون خلیفه انتخاب کردند؟
فقط یه چیزی که از تاریخ ما دریافتیم اینه که فقط موضوع قدرت روزانه بوده، دیگه چیزی از حقایق و نمیدونم اتصال به وحی و پیروی از وحی و نمیدونم مراجعه به فرمایشات حضرت رسول و آدم نمیتونه تو اینا یک موقفی بوده در اون جامعه مدینه اون زمان. متاسفانه همون رو ما میخوایم تو جامعه کنونی افغانستان و تو جامعه کنونی هرات و تو مراسم مثلا مذهبی شیعیان همون رو تطبیق بدیم. متاسفانه بر اساس فشارهایی که از بعضی منابع خارج از جامعه شیعه افغانستان میاد و وادار میکنن که این سردمداران و هیئت امنای شیعیان چنین مواردی رو اجرا کنن، یعنی نمیدونم واقعیت ها رو نمیتونن بگن، یعنی وادار متاسفانه این شبکه امام حسین علیه السلام هست که به رسالت خود عمل میکند و برای آگاه کردن و بیان حقیقت همیشه پرچمدار بوده است. تشکر میکنم از شما آقای حبیب از مشهد مقدس. جریان صحیفه ملعونه رو در برنامه های قبلی هشتگ سوژه اشاره کردیم، میتونید در یوتیوب شبکه امام حسین علیه السلام ببینید در صفحه شبکه امام حسین در یوتیوب که صحیفه ملعونه اول و صحیفه ملعونه دوم بر اساس مخالفت با ولایت و وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین این پیمان نامه بین کفار و منافقین بسته شد که اهل تسنن تحقیق کنید، جوانان مطالعه کنید، نام عمر و ابوبکر در هر دو صحیفه وجود دارد در مصادر خودتون. عمر و ابوبکر هم در صحیفه ملعونه اول هم در صحیفه ملعونه دوم و بعد از اون هم که شورای سقیفه بنی ساعده، شورا واقعا خنده‌دار است، چه شورایی که مهاجرین و انصار رو بر اساس نتیجه این شورا با تازیانه میزدند، با غلاف شمشیر میزدند که با ابوبکر بیعت کنند. بعد به دروغ 1400 سال میگن که ابوبکر به انتخاب حد اکثریت مردم خلیفه شد. بر فرض ابوبکر به انتخاب اکثریت مردم خلیفه شده باشد، این مخالفت با صریح آیات قرآن و سنت پیامبر خداست. 70 روز فقط از واقعه قدیر خم گذشته بود. فرض میکنیم تمام اون 70,000 نفر اهالی مدینه که در واقعه قدیر خم بودند با ابوبکر بیعت کردند که ابوبکر جانشین باشه. فرض میکنیم دیگه، باز هم چیزی تغییر نمی کند. مخالفت صریح با آیات قرآن و سنت پیامبر خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود. اهل سقیفه بر پیمان اصحاب صحیفه و با بهانه شورا بین جمع و تکذیب قدیر خم حق امام علی ابن ابی طالب علیه السلام را غصب کردند، همانطور که امروز طالبان حق مردم ما را در زندگی غصب کرده و با تزویر مردمان جاهل را با استفاده از کشورهایی که تنها تشنه قدرت هستند فریب می دهد. کشورهایی که خود قصاص کشته هایشان را می خواهند و برای کشته های ما فراموش شدند و برای قاتلان کشته های ما بخشش و قدرت. تشکر میکنم از آقای مهدی از مونیخ آلمان که نظرشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردن. آقای علی از مشهد پشت خط هستن، سلام میکنم به شما. علی آقا صدای من رو دارید؟ بله، خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید، صدای من رو فقط از تلفن بشنوید. بفرمایید، نظرتون رو میشنوید. تصویرتون قطع شده. خب آقا شما بفرمایید، ما صدای شما رو به طور مستقیم داریم. سلام علیکم. خسته نباشید. بنده اونقدر سوادی هم ندارم که صحبت کنم، ولی چیزی که به نظر من میاد این بهانه ای که نبود، از اول این برنامه رو داشتن، این مخالفت ها رو داشتن و به دروغ ایمان آورده بودن، وانگهی امتحان امت بود. حالا از اینا که بگذاریم، در گفته برادر افغانی ما در امروز که در جامعه اسلامی تشیع خود ما اون مرد که نفهم از بلا نسبت خرطر از سگ که مکرد
من به من چی چیزی گفتن؟ چی چیزی اصلا یک حرفی هم نزدن جز آقای سیدان که خدا خیرشان بده. یک دو ما امروزه علنا دارم میبینم که در نظام هایی که به نام تشیع ایجاد شده چی مخالفت هایی میکنن؟ چی برسد به او زمان؟ ما که معتقدیم به امه، ما که معتقدیم به او را چی فرقی کرد پس در او زمان یا ای زمان؟ ما که آمده میشه استفاده کنیم از اونا که خب در تاریخ هم خانیم که اینا باز یه مگن نفوزی یهود بودن یا مسائل دیگه ای داشتن یا جاهل هم زمان بودن. الان ما چیکار کنیم؟ همین الانش شما نگاه کنیم چی اتفاق افتاده که برسه به اونها؟ خب ما باید واقع بین بشیم دیگه، ما واقع بین بشیم. بس این نمیشه متهم 100% که متهم هستن، ولی الان ما چیکار کنیم؟ جز شبکه وامسن که تا حد حدودی که امکانات در اختیارش هست ما ممنونیم، نمیتونیم بگیم 100%، ولی 80-90% بله از قواعد تشیع دفاع میکنه. حالا ما بحثی هم که با خیلی اینجا داریم، میگم ما بر سر چیز حکم نمیدونم که حکم اجرا بشه یا نه، ولی شما آقایون بعضی وقتا حکم نیست، قانون نیست، میتونیم قانون اسلام عوض کنیم. آقای علی آقا در یک جمله بفرمایید که بهانه اهل سقیفه برای اینکه ابوبکر رو انتخاب کردن به عنوان جانشین پیامبر خدا و مخالفت کردن با قرآن و سنت پیامبر چه بود دلیلشون؟ ما میتونیم به خاطر اسلام هر گونه قانون عوض کنیم. صدای من رو ندارن ظاهرا علی آقا. الان صدای شما رو دارم، بفرمایید. در یک جمله پاسخ سوژه امشب رو بفرمایید، نظرتون چی هست؟ نظر من که از علما شدیم سوادی هم ندارم، اینا نفوذی یهودیت بودن، بنابراین نظرم این جریان اتفاق بیوت. تا اطلاعی که دارم میگن اینا به همون خاطر عایشه را به همسری پیامبر داره بودن که در خانه یک جاسوسی هم داشته بشن. از اول اینا برنامه ریزی شده بود، تمام برنامه شن. تماسشون قطع شد. آقای علی آقا صداتون رو نداریم. خب تشکر. متاسفانه صدا مشکل، یک کم صدا مشکله. منطقه ام که ما هستیم منطقه پانشهر، اینترنت ما محدوده. متشکرم از شما آقای علی آقا از مشهد که نظرشون رو دیدید و شنیدید. و شواهد و قرائن بر این که مخالفت و مبارزه های عمر و ابوبکر و سران سقیفه و دیگران برنامه ریزی شده بوده از ماها قبل بسیار زیاد هست. یکی از شواهد صحیفه ملعونه اول، صحیفه ملعونه اول در ذی‌الحجه نوشته شد و صحیفه ملعونه دوم و شورای سقیفه، اینها دلالت بر این دارد. شورای سقیفه یک دفعه به وجود نیومد که چند نفر از مهاجر و انصار دور هم جمع بشن و بگن بیاین خلیفه انتخاب کنیم. از قبل برنامه ریزی شده بود و هدف اینها مخالفت با ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و وصایت و جانشینی بلافصل ایشان و مخالفت با نسب الهی امیرالمؤمنین، مخالفت با دستور خدای متعال. شورای سقیفه یعنی مخالفت با دستور صریح خدای متعال. شورای سقیفه یعنی مخالفت با پیامبر خاتم الانبیا. شورای سقیفه یعنی نادیده گرفتن صدها روایت متواتر واقعه غدیر خم. شورای سقیفه یعنی 70,000 نفر از مردم مدینه که در واقعه غدیر خم در حجت البلاغ حضور داشتند رو کنار زدن این 5-6 نفر و گفتن ما باید برای جانشینی پیامبر خدا، ما باید اقدام کنیم و جانشین رو انتخاب کنیم. با عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین و شهادت حضرت ام البنین پرداختم به این موضوع مهم که اساس اسلام را از بیخ به انحراف چشانیدند و یک پوسته ظاهری اسمی از اسلام بر جای گذاشتند که امروزه دینی که سرتاسر رأفت و مهربانی و صلح و رسیدگی به تمام مشکلات اقشار جامعه بود
در چشم جهانیان تبدیل به یک دین خشن نمودند. قلب هر انسان با وجدانی را می آزارد. اما در عوض ملت ها بالاخص اهل سنت عمری که کاملا گمراه و در بیراه هستند بیدار و روشنگری می شوند. پس از شهادت حضرت ختمی مرتبت که توسط دو ملعونه عایشه و حفصه دختر دو ملعون ابوبشر و عمر مسموم شدند، انحراف خلافت از مسیر اصلی طبق نقشه قبلی چه نمونه آن صحیفه ملعونه می باشد و در رأس آن یهودیت دشمن اصلی مسلمانان بود. غاصبان با استناد به حدیث دروغین که مستقیم بر خدا بستند، این که خداوند رسالت و خلافت را در یک خاندان جمع نمی کند، در حالی که پیامبران قبلی از خاندان خودشان وصی و خلیفه داشتند، مثل حضرت موسی و خلیفه اش جناب هارون، و پیامبر گرامی اسلام هم در حدیث منزلت بارها فرموده بودند یا علی انت به منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی و بعدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهلک اعدائهم اجمعین. تشکر میکنم از آقای محمد علی که از تبریز پیام صوتی ارسال کردند. آیه 10 سوره مبارکه مجادله و آیه 74 سوره مبارکه توبه رو مطالعه بفرمایید راجع به قضیه صحیفه ملعونه و روایاتی که ذیل این آیات هست. حضرت امام باقر علیه السلام توضیح میدن در روایاتی ذیل آیه 10 سوره مبارکه مجادله و آیه 79 سوره مبارکه زخرف که راجع به صحیفه ملعونه هست. صحیفه ملعونه اول که در ذی‌الحجه سال 10 هجرت در واقعه غدیر خم پیمان بستند، این افراد که نامشون هم ذکر شده که مخالفت کنند با پیامبر خاتم الانبیا برای نسب الهی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، و صحیفه دوم رو، پیمان و قرارداد دوم رو در مدینه بستند و 14 نفر از اینها طبق روایات متواتر که پیامبر خاتم الانبیا فرمودند امر الهی است که نام آنها را فاش نکنم، 14 نفر خواستند پیامبر، یعنی با هم پیمان بستند که پیامبر خدا رو در راه بازگشت از حجت البلاغ ترور کنند، از دره پرت کنند پایین، ایشون رو به شهادت برسونند که نشد. جریانش مفصل و بارها عرض کردیم. شواهد و قرائن بسیار زیاد هست که مخالفت با وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب برنامه ریزی شده بود و اهل سقیفه برای مخالفت با پیامبر خدا و سنت پیامبر خدا و آیات قرآن دستور الهی هیچ دلیلی نداشتند. چه دلیلی؟ پیامبر خدا اعلام کرد در واقعه غدیر خم وصی و جانشینش را من کنت مولاه فرمود و همه اهل تسنن به تواتر نقل کردند. 70 روز پس از این واقعه شورایی تشکیل می شود در سقیفه بنی ساعده برای اینکه به فکر مسلمون ها هستند که بعد از پیامبر خدا بدون سرپرست نباشند و ابوبکر رو انتخاب کردند که سرپرستی کند مسلمان ها را و با زور شمشیر و تازیانه مردم رو از خانه ها بیرون می کشیدند. روایاتی که اهل تسنن نقل کردند رو ببینید، از خانه ها به قوه قهریه و زور و اجبار و شمشیر و تازیانه مردم رو از خانه هاشان بیرون می کشیدند که بیایید با ابوبکر بیعت کنید. وقت دروغگوها میگویند که ابوبکر به انتخاب مردم خلیفه شد. سلام میکنم به آقای احمد از گرگان. سلام گرگان، وقتتون بخیر، بفرمایید نظرتون رو میشنم. حالتون خوبه جناب مینا؟ متشکرم، سلامت باشید. عاشقم. در مسئله غدیر خم منده چند وقتی پیش با یکی از این کارشناس های شبکه‌های وهابی بحثی داشتیم. ما قرار گذاشتیم که یک شعری از مولانا که در
دفتر ششم مولانا بود ایشون قبول میکنن اون چی که خود مولانا که نزدیکتر به واقع بود. آقای احمد ایشون قبول کردن. صدای من رو دارید آقای احمد؟ آقا عذرخواهی میکنم که کلامتون رو قطع میکنم، خواهش میکنم چون وقت برنامه کم هست و تماس های دیگری هم داریم، خواهش میکنم که مشخصا راجع به سوال امشب صحبت کنید و نظرتون رو بیان کنید که اهل سقیفه چه بهانه ای داشتن برای اینکه تماسشون قطع شد. اگر مجددا تماس گرفتن در خدمتشون هستیم و خواهش میکنم که مشخصا راجع به سوژه و سوال امشب صحبت کنید. سلام علیکم، زیارتتون قبول. من فکر میکنم یک به خاطر این که یار غار پیغمبر بود ابوبکر لعنت الله اینجور که میگفتن و خب تفاوت سنیش با پیغمبر کم بوده، از این نظر اون رو انتخاب کردن. یکی این که ادعا میکردن که امیرالمومنین به خاطر سن کمش نمیتونه خلیفه قرار بگیره. فکر میکنم این دوتا بهانه هایی باشه که از برای این که اینا دستشون بیاد که بخوان ابوبکر لعنت الله انتخاب کنم. تشکر میکنم از سرکار خانم زینب که از تهران پیام صوتی ارسال کردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه قدیریه در چند فراز به صحیفه ملعونه اشاره کردند و مخالفت هایی که سران کفر و نفاق با ولایت و وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین خواهند کرد. معاشر الناس انه سيكون من بعدي ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون. امام برحق داریم و امامان نار. پیامبر خدا میفرمایند امامانی میآیند پس از من که يدعون الى النار، مردم رو دعوت به جهنم میکنند و مخالفت با دستورات خدا و من میکنن. معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم، خدای متعال و من حبیب خدا پیامبر خاتم الانبیا بری هستیم از این کسانی که سنت من را تغییر میدهند، از این کسانی که دستور الهی رو سرپیچی میکنند، از این کسانی که با خلافت و وصایت امیرالمؤمنین که نسب الهی است مخالفت میکنند، از این افراد ما بری هستیم، اینها دور هستند از ما. معاشر الناس انهم و انصارهم، دقت کنید بیننده های محترم، انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاعهم فی الدرک الاسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرين الا انهم اصحاب الصحيفه. افشاگری میکنن. پیامبر خدا در خطبه قدیریه که هم مذهب حقه شیعه نقل کرده هم به تواتر در کتب اهل تسنن نقل شده راجع به صحیفه ملعونه افشاگری میکنند و میفرمایند که این امامانی که بعد از من خواهند آمد و به آتش و به جهنم مردم رو دعوت می کنند کسانی هستند که من و خدا از اونها بیزاریم. آنها اصحاب صحیفه ملعونه و یارانشان و تابعان و پیروانشان در پایین ترین درجه در جهنم هستند. فی درک الاسفل، پایین ترین نقطه از جهنم هستند. تا ادامه خطبه غراء پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و در کلام امیرالمؤمنین هم اشاره به صحیفه ملعونه و نقشه هایی که برای مخالفت با ولایت ایشان شد از موارد دیده میشه در خطبه های امیرالمؤمنین هست و مسلم و بله تماس الان وصل میکنید. مسلم هست که این مخالفت ها با وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین از پیش برنامه ریزی شده و تعیین شده بوده و هیچ بهانه ای برای مبارزه با
سنت پیامبر خدا نداشتند، در سقیفه با سنت پیامبر خدا و دستورات الهی مخالفت شد، با صریح آیات قرآن مخالفت شد. امیدوارم که جوانان اهل تسنن به ویژه در این زمینه بیشتر تحقیق کنن و مطالعه داشته باشن. تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.